سلام بچه‌ها، خوش اومدین به ویدیو دیگه. من کیمیا، من امیدم. امروز اومدیم به ترک 80 فدایی، یکی از معروف ترین ترکاش ریاکشن بریم که قدیمی هم هست، فیت با قاف. باورم نمیشه دارم برای فدایی تنگ شده بود. یعنی منظورم اینه که مثلا آهنگاشو بخوام گوش کنم، جای میگم مثلا اینجوری بودم که یه چیزی چند وقت توی کانال کمه فدایی. اولین باری که یه ترکی ازش گوش کردم، میتونید توی ویدیو قبلی نگاه کنین، ولی اولین ترکی ازش گوش کردم راست زیاد ازش خوشم نیومد، ولی بعدش بعد این مدت که هی بهم پیشنهاد کردی موزیکاشو بیشتر گوش کردم، نظرم عوض شد. این همون جادوییه که شما دارین، میان بهمون هر چی که خوبه معرفی میکنین، کلا باعث میشه که ما دنیای اون خواننده و کلا دنیای رپ فارسو بهتر بشناسیم. باز الان یه دفعه اول ویدیو میخوام فقط ازتون بابت بودنتون تشکر کنم. برو بریم. معلوم شد کار مال مهدیاره. قضایی داری آقا تقلی پردوز و تقلی باشه هستم بلدی استادی انواع اسدی به خودی میزنی تیزی رم میدی بغلی عوضیدم از مردونگی نزن سنگینه صرفت میگیره همه شرفی تکو هم من رو رپم میکنم شیش ماه میاد کودکم نتیجه پیش کشد ندیدم هم دیدم من مرگ آرزومه از این که نمیرم میترسم پپن چرت میکنم قال باقاتم غنی من جنگی میکشم و دوشم مثل جرال مغز بازت میکنم گلو گولات میپاشه رو رو گوشم حتی اگه نر باشی شیرتو میدوشم ملتفتی ننیستی زوده برا تعریف شی آمپولو میخوان ما خواستی میخوای مریض شی حلف چیه چاقال میلرزه صداد بزن حویج لیست دقل ببینه چه شد ما رو شنید و رد داد. این قافه یه ذره ورس فدایی شل و ول بود، میدونی انگاری که خیلی فلو کلن آهنگ کلن ترک یه ذره اینجوری قراره پیش بره. این از اون حالته که مثلا مثلا گنگ توری اومده مثلا خیلی حالته به شخمنواری حرفشو بزنه. نمیدونم دیسه فکر میکنم و فهم میکنم میخواد با این حالت خوندنش توی دیس اینجوری بفهمونه که این اصلا واسه من اهمیتی نداره، مثلا ارزشی واسم نداره. یکی این، یکی این که یکی از معدود آهنگایش هست که راحت میشه فهمید داره چی آره میگه. دقیقا. یعنی کلمه ها واضحه، هرچند ممکنه که مثلا منظورش از اون حرفا هنوز دقیقا نگرفته باشیم یا اون یه بحث دیگه است، ولی کلمه ها حداقل واضحه. ولی خیلی باحال این دیسا رو انجام میده، نمیدونم یه جور خاصی داره که هیچ دیس زاده است ایشون. دقیقاً یه جور خاصی داره که هیچکی نمیتونه اینجوری، مثلا تو فقط کافیه به طرف بگی چه میدونم دستمال یا چه میدونم تخت پاک کن، از همون یه چیزی میسازه واسه کوبوندنت، واسه دیس، از همه چیه دیس میسازه. هر چی بگی یا هیچی نگی بگیره رو تمومی، حتی اقل ببینه چه شد. ما رو شنید و رد داد، ما رو شنید رد دادی تا قد فرساز، اومد با فک رو فرش از کمر شکسته این هشتاد دوشت که خود بگوید و بد خواهان دوشو کست بگوید. به تو گفته بودم اونایی که احیانا شک دارن به توخ بمونن بیگی راست میشه تو چی میگی زبون بسته دوباره وقت زبون بازیته یا تهرون خالیه. وایسه 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 اینجا داره از پیش رو فکر میکنم توی کدوم ترکاش بود پیش رو میشه به پیش رو بیگی راست میگفت این کافر لوبه سهرامیز فکر کنم به هیچ کس داشت میگفت دیگه الان قاف داره میگه بیگی راست میشه. خب چیزه اینجا الان معلوم شد داستان با پیش روه بیشترم انگاری که قاف داره از اولش معلومه قاف داره چیز میکنه. قاف کی هست؟ چرا انقدر علی قاف یکی از اعضای قدیمی و ثابت ملتفت، حتی قدیمی تر از صداش همیشه اینجوریه؟ نمیدونم چجوریه مگه؟ حتی قدیمی تر از فدایی صداش با طرز خوندنش. حالا بذار گوش کنیم شاید یه ذره مثلا بیشتر گوش کردی. اول فدایی هم همینو میگفتم بعد بهتر بفهممش. شک دارن به توخ بمونن بیگی راست میشه تو چی میگی زبون بسته دوباره وقت زبون بازیته یا تهرون خالیه یا حاجیت خوابیده یا لاپات خاریده یا بابات پاریسه میدونی شوخی میجدی به پات میپیچم میکشم گرمی و سردی روز
روزگار رو تو چشات میبینم، میگی نه عرفان سند من گولش تو شورتم، بیگی راست میشه خودت فقط کسوت، خلافتم کسوت، هنوز وقت کسوته مونده تا گروت، نقش بازی نکن ازت تو میگیرم، به سر و پات میرینم، به در و دافات میگم سر و پامو بیلیسن و عکساشو بیریزن تو صندوق پستی پسمیخ، تو رو چه به فوش کیر ببنده هنو هیست، این کار کار تو نیست چون بعدوی مثل آژیر پلیس شک داشت چون بابوی مثل آژیر پلیس دهنت. چرا همونجا که میگه بابو، چرا همونجا که میگه تو رو چه به فوش، خودش 5-6 هزار تا فوش داد همون لحظه. پیشون رو شنیده این آهنگو؟ آره. چیزی جواب داده؟ آره. همون بعد اصولا این توی پیشنهادیا بود، چون که من یعنی توی دایرکت اینستا اومده بودی که از دوستان قشنگ نوشته بود داستان چیه، یعنی نه که نه نوشته بود داستان چیه، این ترتیبا رو نوشته بود، 80 مغز رپ هم صدا. چون من همینجور که داشتم اینا گوش میکردم هم بهش میگفتم چی بود اسمش، قاف، قاف علی قاف. آها. چون هم میگفتم ای وای نه بس کن دیگه، بترس نکن این کارو با خودت. حتی بهت بگم علی قاف هم خیلی کله خره، باشه این کارو نباید بکنه با خودش، هر کی باشه. خب پشتش هم فداییه. خب بازم پیش ببین، اوکی فدایی خیلی خفنه، ولی میدونی یه جور سمبولی داری، فدایی خیلی خفنه ولی پیش رو خیلی خطرناک هست. همون اومد با فک رو فرش از کمر شکسته این 80 مشتان از که خود بگوید و نبت خواهان دوشو کست بگوید، به تو گفته بودم اونایی که احیانا شک دارن به توخ بمونن، بیگی راست بده حرفم و میگم شازد دو شاخص این زلفقار، فکر میکنی شمشیره ولی تانک ملت، فکر میکنن هرکی خارج ماهی داره ربره کاباره، نه اینجا باش بار داره و جا کشش بار داره، بیاد محل ببینه هرکی خواهی داره، اینجا مرم مرده حتی بچه 10 ساله سر قرار کلتش حتما نم داشه، مهم نی تنه باشه میکشه ماشه میبینه چند تا لاشه، چون معرفت رو پاشه حتی میزنه داداششم با حال نه، این پسر همون فاحشه هست واضحه، بس خیابون جنده است و منم عاشقشم. بگذر پیش رو داداشش علی مرکه چی بود؟ علی اوج علی مرکه مغزرپو با علی اوج خونده جواب اینو. آه اوکی. بینه چند تا لاشه چون معرفت رو پاشه حتی میزنه داداششم با حال نه، این پسر همون فاحشه هست واضحه، بس خیابون جنده است و منم عاشقشم. بگذریم تو کجاشی داشت علی، هنو جیبا پر مرجان و پنیر سنگای تمیز با برکات قلیز، خلاصه نبینم تکری و رازی مثل زکریا. خوبی تهرانم با ته یه دسته دار، اینجا ملت اسحالن دولت دست به او دارو و سرا ندارو تنهان، جوانن و بالا دار و زر و کف خواب، طرف ته دنیا میگه تهران مال ماست، داره راست میگه کل خلیج فارس هم مال عرب هست دیگه، اشتو این بازی آخرش تلفات میده چون بگیری راست میشه زد بازی. دارم به همه میزنن تو این آهنگ. تهران مال منه. ممکنه. چه مریض تموم شد آخرش، چه بالی داشت، خودش هم خیلی باروش میخوند، فقط اون یکی اون آدمه اسمش چی بود؟ اون آدمه قاف. نمیدونم شاید بازم از این و ازش بیشتر گوش کنم بهتر ازش روشن بیاید، ولی توی این آهنگ زیاد
چه نسبت به تکستش، چه نسبت به لحظه خوندنش، هیچ کدومو خیلی دوست نداشتم، ولی خب فدایی ترکون خود منم زیاد از قاف گوش نکردم و فدایی هم اتفاقا با همین چنل شروع کردم بهش گوش کردم. فدایی خیلی باحال بود، فدایی توی این ترک خیلی باحال بود، ولی خب اینی که دقیقاً چی میگن تیکاش چی بود و اینا نمیدونم. بیه به پیشرو که بود تیکاش به زد بازی هم بود، ولی که دقیقاً بعدش اون مثلا تیکه آخر آترو بود نمیدونم اصلا داستانش چی بود، چی به چی کی گفت تو جامونم بلدی تو بیا فلان. اگه چیزی میدونی حتما توی کامنت ها بهمون بگین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید که با این کار حمایت خیلی بزرگی از ما کردید، و این ویدیو رو با دوستاتون شیر کنید. بچه‌ها راه ارتباطمون بالا هست که اینستاگراممون، اگه دوست داشتید میتونید اونجا ما رو فالو کنید. دو تا ویدیو خیلی باحال دیگه پیشنهاد اینجا میذارم، هر کدومش رو دوست داشتید بعد از ویدیو برید نگاهش کنید. پیشنهاد کیمیا رو میگه الان داره میاد داره خوش میکشه. بچه‌ها من الکی چیزی بهتون پیشنهاد نمیکنم، هر کدومی که دوست دارین میتونید انتخاب کنید، ولی خوب و تا ویدیو بعدی خدافظ.